امروز برنامه‌مون در مورد چند تا از ناک‌اوت‌های باحال محمد علیه. برنامه‌های مختلفی ازش گذاشتیم در کانالمون. امروز چند تا از ناک‌اوت‌هاش رو هم ببینیم. ببینید چقدر قشنگ به حریف جب جب میزنه، بعد شروع میکنه ضربای مخصوص خودش رو زدن. ضربای مخصوص خودشه، این مدلی میزنه، یعنی ترکیب بین هوک و آپرکاته. بعدش هم میاد دلجویی میکنه از حریفی که ناک‌اوت شده بود. مبارزه بعدیش در راند هفتم، باز دوباره نقطه‌ای به سر و صورت حریفش ضربه میزنه. نگاه کنید دستاشو، جب جب یه رایت پانچ محکم به صورت حریف زد و حریفش ناک‌اوت شد. و یه خصلت جالبی که داشت، حریف دیگه میخواست ناک‌اوت بشه نمیرفت دوباره بزنه. میگفت خیلی زیبا میفته خود شخص وقتی که حالت طبیعی میفته تا اینکه من به زور بندازمش. راند پنجم، مبارزه دیگه‌اش، آپرکات، باز در برگشت رایت پانچ وحشتناک میشه. جب که میزد رایت پانچ بعدیشو وحشتناک میخوامون به صورت حریف، حریفو ناک‌اوت میکرد. اینجا باز حریفش ناکداون شد. این دستو چجوری میچرخونی؟ یعنی من آمادم تو ناکداون شدی، آمادم و بیای زدم ناکاوتت کردم. دست چه فیلمی بود، خدایش فیلم ترین آدم بوده، واقعا بی‌نظیر بود. عجب لفو که وحشتناکی رو میزنه محمد علی. هیچ وقت دوست نداشت بهش بگم محمد علی کلی، ما هم بعضی وقتا میگیم، ولی فقط محمد علی دوست داشت. باز دوباره به یه رایت پانچ و در برگشت به هوک تمام میکنه کارو. نگاه کنید، باغ اینجا میزنه، در برگشت سرش که میره این، نگاه کنید اینجا چجوری حریفو ناک اوت میکنه. یه دونه رایت پانچ و در نهایت یه دونه با دست چپ هم ضربه بهش میزنه و میارتش در خیر. تو رایت پانچ کارشو تمام کرده. مبارزه بعدیش سیاه‌سفید دارید میبینید، اون مشتای مخصوص خودش باز عجیب میزد این ضربه ها رو. هوکاش خیلی آرنجش خم بود و سرعت خیلی بالایی داشت و بی نظیر نقطه‌ای به حریفاش ضربه میزد. سرعت بالایی که داشت در سنگین وز، سرعت سبک وز و حریفا رو تموم میکرد. اینجا تکنیکال ناک‌اوت کرد حریفش رو. مبارزه بعدیش ببین چجوری حریف رو نقطه‌ای تا 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 پشت سرم این مسلسل ضربه زد و حریف رو تموم کرد. چقدر زیبا محمد علی پایه‌گذار این کارا بود. ما داریم در مورد کسی صحبت می‌کنیم پایه‌گذاره، وگرنه ادا در آوردن کسی که کاری نداره، الان همه اداشو در میارن. پایه‌گذار این ضربات عجیب غریب بود محمد علی. سرعت زیاد، جا خالی دادنای خوب، نفس گرفتناش. یه زمانی بوکس فقط زور مهم بود، یا مشت محکم بزن حریفو بنداز، معادلاتو عوض می‌کرد محمد علی. خوبم این کارو انجام میداد. جاب 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 رایت پانچ، واقعا این کنترل کردن با جاب مال خودش بود، همزمان با رقص پاهاش. جا خالی ریلکس، جاب رایت پانچ، شیر ریلکس به حریفاش ضربه میزن. میبینید جاب 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 رقص پا و تکنیکال ناکاوت. تکنیکال ناکاوت، داور تصمیم میگیره که تمام، آقا شما نمیتونی ادامه بدی. نقطه ضربه زدن رو ببینید به سر حریف، تق تق. حریفش گیجه، اصلا میخواد ضربه بزنه نمیتونه، چون چند تا ضربه خورده. بازم ضربای پی پی. اینجا میتونیم بگیم کار حریف تمومه، دو تا دیگه بزنه تمومه. بله سکندری یه دونه دیگه هم رایت پانچ میزنه، چاشنی کار که ریلکس بیفته پایین حریفش. محمد علی چه کرد اینجا با حریفش و تموم میکنه کار. نگاه کنید این رایت پانچی که زد و خدا نگهدار چه فلشی زد تو چشمون. موقع فکر کنم خیلی از فیلمبردارا هرس می‌خوردن دست عکاسا. از مبارزه بعدیش رقص پایی که داریم، چرخش که می‌زنه، میچرخه به سمت دست چپ، میچرخه به سمت دست راست، حریف نتونه خوب بخوابونه ضربش رو. و در برگشتش اون رایت پانچای وحشتناکش می‌زنه. لفو که خوب گاردش رو همچنان حفظ کرده، ضربه‌های پیاپی به سر و صورت حریف. و داور که یه نگاه بهش میندازه نمیتونه ادامه بده یا نه، کارم میارتش که داور بزش چکش کنه و در نهایت پیروز مبارزه میشه محمد علی. باز اینجا چپ راستای عالی، آپرکات، باز دوباره رایت پانچه آتشین خودش رو میزنه. نگاه کنین استادیوم ها چجوری بوده، فیلم بعدی ها رو ببینید. سیاه‌سفید، جمعیت زیاد اومدن محمد علی رو ببینن. واقعا فکر نمی‌کنم موقع فکر می‌کردن که یکی از تاریخی‌ترین بوکسورای
تاریخو دارن میبینن بازیاشو و بعد از این همه سال ما هنوز داریم میبینیم ضربه آرو نگاه کن نقطه ای طرف فقط داره دفاع میکنه کاری نمیتونه بکنه تا میخواد تکون بخوره 4 ضربه میخوره از محمد علی The greatest The champ محمد علی اینا نیکنیماشه قدیم اسمش کاسیوس کلی بود الان محمد علی گوشه ای رینگ گیر انداخته حریف رو نقطه ای داره ضربه به سر صورت میزنه و داور میبینه میتونه ادامه بده تموم میکنه کارو باز تکنیکال ناکاوت TKO یعنی تکنیکال ناکاوت داور تصمیم میگیره حریف نمیتونه ادامه بده و تموم میکنه کار رو حریفاش اینجوری میکردن قد ضربه میزد بهشون که گیج گیج میشدن چه ناکداونی کرد حریفو و حریفی که یه بار ناکداون بشه مغزش دیگه اونجوری کار نمیکنه مغزش اصلا خوب دیگه کار نمیکنه نگاه کن ضربه ها پیاپی پشت سر هم سر و صورت حریف حریفش الان تار میبینه چشاش اینجوری اینجوری میبینه گیج داره میزنه بعد همزمان باید دفاع هم بکنه بعد بعضی وقتا هم بزنه کی رو کسی که الان مغزش داره خوب کار میکنه سرعتش بالاست و داور تصمیم میگیره مبارزه رو تموم بکنه و باز تکنیکال ناکاوت باز تکنیکال ناکاوت بعدی محمد علی حریفش اصلا اجازه نمیده نزدیک شه حریفش تا میخواد نزدیک بشه هوکار رو ببینید چجوری میزنه رایت پانچای عالی دفاع خوب و حریفی که گیج گیج سکندری میخواد بخوره الکی رقص پا میره که بگه من حالم خوبه ولی پا با آدم حرف میزنه تو بوکس تو رزمی پا حرف میزنه پا که میره یعنی حریف رفته برای اینکه بتونه وایسه خودش رو میچسونه قصد به این تنابا که بتونه تعادلش خودش رو حفظ کنه داور متوجه میشه و تمام میکنه TKO بعدی تکنیکال ناکاوت های پیاپه رو داریم میبینیم اینجا عجب رفوکی زد بانگ و تمام میکنه کاره حریفای ناکداونی بهش میده دوباره در برگشت نگاه کنید وحشتناک ضربایی که میزنه همه رو به همون صورت داره ضربه میزنه رایت چپ حریفش عجیبه که فقط هم یه فنو میخوره رایت چپ و تمام راست و چپ وای میسته بالا سر حریف و TKO بعدی دوباره محمد علی کلینچ یه بیا جلو بزن بیا جلو با 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 با. پای گذار گوشه وایستادن خودش بوده بیا جلو منو بزن حریفش میخواد رقص پا به سبک خود محمد علی بره نمیدونه جلو کی وایستاده جب رایت شانس آورد رایت نخوابید باز آپرکات های پیپی با دست چپ میزنه به سر حریفش کافیه سرتو بیاری پایین قد آپرکات میزنه بند دستگیرش هم باز شده ولی ول نمیکنه پشت هم داره ضربه میزنه چند ثانیه به پایین راند بیشتر نمونده در آخر هم یه دونه آپرکات خوابون تو صورت راند بعدی باز آپرکات چپ گارد پایین داره ضربه میزنه به داورم گفت بیا جلو ببین مثل اینکه بخواد بگه تکنیکال ناکاوتش کنه میبینی به داور میگه عجب بابا فایتریه این خودش به داور میگه بیا جلو این تمام کارش تکنیکال ناکاوت بعدی چقدر قشنگ عقب میره در عقب رفتن ضربه میزنه به حریفش حریفش باز دوباره دفاع و گیج شده فیلم بعدی رو ببینیم برای کیه محمد علی که قرار بوده سوپر استار بشه اینجوری سوپر استار شدنش شروع میشه جب حریفش با جب هم یه ناکداون شد باز جب آپرکات ببین وقتی حریف دیگه زیاد اینجوری بشه کاری نتونه بکنه داور میاد تمام بکنه چون بعضی وقتا مغزه دیگه نمیکشه نمیافتم پایین ولی دیگه تمومه اینجا داور میفهمه که کی تکنیکال ناکاوتش کنه یه ضربه رو به محمد علی میزنه ولی در اصل نگاه کنید گیج داره میزنه کاری از پیش نمیبره محمد علی هم داره باش بازی میکنه و تمام تکنیکال ناکاوت مبارزه بعدیش حریفش جب اومد بزنه در برگش عجب لفوکی زد و در نهایت با یه رایت پانچ حریفو ناکداون کرد نگاه کنید به چه صورت حریفو ناکداون میکنه میگه برو اون گوشه بیست داره همزمانم میشماره و کار حریف رو تموم میکنه جب رایت رقص پا رو ببین عجب رقص پایی میره چه بادی پانچی میزنه مخصوص خودش این رقص پا چقدر زیبا این کار رو انجام میده محمد علی در سنگین وزن در عقب رفتن به حریف ضربه میزنه و واقعا خوب کار میکنه شگردش همین عقب رفتنشه دفاعهاشه و جاخالی هایی که میده و در برگشت ضربه هایی که به سر و صورت حریف میزنه نقطه ای چپ راست آورد پایین با یه اوورهند حریف رو نگاه پاش داره حرف میزنه با آدم کجایی؟ اوف شوت یا بغل پایی چه ضربه هایی
چه میکنه محمد علی بی نظیر و پیروز این مبارزه میشه. سونی لیستان راند اول، این خیلی تاریخی بود مبارزه. کیو اینجا ناکداون کرد سونی لیستان بی نظیر رو، یه جا خالی میده، یه دونه رایت پانچ میزنه و تمام و تمام. محمد علی جورج فورمن مبارزه کاملش رو گذاشتیم در همین کانال، یک ساعت مبارزه براتون گزارش کردم، چقدر استقبال کردین. اینجا تو راند هشتم در یک غافلگیری پیاپی شروع میکنه ضربه زدن به جورج فورمن پرقدرت و کالش رو تموم میکنه، ناکاوتش میکنه و تمام و تمام. محمد علی چه کرد اینجا با جورج فورمن؟ حتما ببینید اون مبارزه رو، حتما اگه ندیدید ببینید. بعد از این همه سال گزارش فارسی کاملش گذاشتیم براتون، خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اینجا توی غافلگیری که فقط داشت کتک میخورد، پشت سر هم شروع کرد ضربه زدن به جورج فورمن و این ضربه لفتش این کارشو تموم کرد. اینجا جورج فورمن دیگه تو این حال و هوای زمین نیست، تو یه جای دیگه است. واقعا این رقص افتاد و همیشه میگفت I'm the best, I'm the greatest, I'm the champ، من بهترینم، من قهرمانم. و واقعا هم همینطور بود. محمد علی بزرگ. اینم چند تا از ناکاوت ها و تکنیکال ناکاوت هاشو براتون گذاشتیم که ببینید. دوستان مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین، حتما اون برنامه رو کاملش رو ببینید. تو پلی لیست ها گذاشتیم، یه پلی لیست برای محمد علی جدا داریم. و اینکه لطفا ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید که هر برنامه ای گذاشتیم بتونید اون رو ببینید. ما هر شب برنامه میذاریم، جا نمونید. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردین. به سبک محمد علی، خدا نگهدار.